رب العالمين بار الخلائق اجمعين السلام يا ايها المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات باحمد في الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه شود گر به گدا اذن تماشا بدهی تا ببینم رخ زیبا تماشای تو صبرم خسته شده صبر دل سوزانت نوزمون قلب پر از صبر و شکیبایی تو برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی ادب مقتضی صحبت در پیرامون اون عزیز غایب از نظر باشد، اون سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست،
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی، بی شکی ره ببری در حرم اسرارش. یکی از آیاتی که در باره ولی از ارواحنا فداست، آیه 69 از سوره مبارکه نساء است. می فرماید و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کند خدا و رسولش را، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، در قیامت همراه خواهد بود با کسانی که خدا بر آن کسان نعمت نهاده است و نعمت داده است. الذین انعم الله علیهم، چه کسانی هستند؟ کسانی که خدا به اونها نعمت داده است. من بیانیه سپس بیان می کند، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، کسی که اطاعت کند خدا و رسولش را، قیامت هم نشین کسانی است که خدا به آنها نعمت داده است و آنها عبارتند از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و نیکو همراهان. ائمه علیهم السلام مبین قرآنند، اگر اونها نباشن ما نمیتوانیم از قرآن چیزی بفهمیم، چون قرآن کریم 70 بطن دارد. باطن قرآن بیانش با ائمه علیهم السلام است. در بیان این که امیرالمومنین ارواحنا فدا نقطه تحت باء بسم الله است که در اون خبر مشهور دارد، به ابن عباس فرمودن خدا همه قرآن را خلاصه کرد در سوره مبارکه حمد و همه حمد را خلاصه کرد در بسم الله الرحمن الرحیم اول حمد و همه بسم الله الرحمن الرحیم اول حمد را خلاصه کرد در باء بسم الله و همه بارا در نقطه تحت باء بسم الله. بعد فرمودن پسر عباس منم نقطه تحت باء بسم الله، که به باء بسم الله هرگه نظر کردم تو را دیدم، سر هر سوره را کحل بسر کردم تو را دیدم، به حق میخواستم واصل شدم زایات ربانی، کلام الله را زیر و زبر کردم تو را دیدم. حالا تفاسیری دارد که چرا علی نقطه تحت باء بسم الله است. یک بیان این است که نقطه مبین حروف است، یعنی خط افقی را اگر دو نقطه بالایش بگذاری تا می شود، اگر نقطه را پایین بیاری با می شود، اگر سه نقطه بالا بگذاری سا می شود. همان گونه که نقطه مبین حروف است، نقطه تحت باء بسم الله که علی ابن ابی طالب است،
خواهد به ما بگوید که مبین همه این قرآن علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین علیهم السلام، توی اون نقطه بالا فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. ائمه مبین قرآنن، مفسر قرآنن. اگر اونها نباشن ما از قرآن چیزی نمیتوانیم بفهمیم. این رو خواستم عرض کنم که بهترین تفسیر تفسیری است که مستند باشد به بیان خود مفسرین حقیقی قرآن که ائمه علیهم السلام. علامه بزرگوار مجلسی درباره این آیه کریمه که عرض شد در جلد 23 بهار روایتی رو نقل میکند. عن الباقر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام آیه را تفسیر میکند که این کسانی که خدا بهشون نعمت داده من النبیین تا آخر چه کسانی هستند. حضرت فرمود المراد بالنبیین المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرماد مراد از نبیین در آیه شریف پیغمبر عظیم الشان است و به صدیقین المرتضا، مراد از صدیقین علی ابن ابی طالب است و به شهدا الحسن و الحسین علیهما سلام الله، مراد از شهدا در آیه کریمه حسنین هستند و به صالحین، مراد از صالحین در آیه 9 من اولاد الحسین علیه السلام، 9 فرزند گرامی ابی عبدالله الحسین علیهم السلام. و حسن اولئک رفیقا، مراد از نیکو همراه المهدی علیه السلام، بهترین همراه، بهترین رفیق، بهترین صدیق یوسف فاطمه است اگر کسی قدر او را بداند و به گونه ای باشد که عمل او مرضی آن بزرگوار باشد. مولای ما صاحب الامر ارواحنا فدا، صاحب همه کمالات انبیا و اولیا هستند. علامه بزرگوار مجلسی در آغاز جلد 53 کتابشون در بهار یه حدیث مفصلی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکند، بعد عبارتی رو از اونجا عرض میکنم خدمتتون. فرماید و سیدون القائم علیه السلام مسند ظهره الکعبه، آقا وقتی که ظهور میکنن تکیه میدهن به دیوار کعبه و یقولو و میفرماید یا معشر الخلائق، ای مردم، الا و من اراد ان ینظر الى آدم و شیس فها انا ذا آدم و شیس. حضرت میفرماید هر کس اراده کرده است نگاه کند به حضرت آدم و حضرت شیس، من صاحب آدم و صاحب شیسم. الا و من ارادم الى نوح و ولده سام، هر کس اراده کرده است به حضرت نوح نبی و فرزند نوح سام نگاه کند فها انا زا نوح و سام. الا و من اراد ان ینظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا زا ابراهیم و اسماعیل. الا و من اراد ان ینظر الى موسی و یوشع
هر کس می خواهد به ابراهیم و اسماعیل بنگرد، هر کس می خواهد به موسی و یوشع بنگرد، فها انزا موسی و یوشع. الا و من اراد ان ینظر الی عیسی و شمعون، فها انزا عیسی و شمعون. هر کس می خواهد عیسی روح الله و شمعون را ببیند، من صاحب عیسی و شمعونم. الا و من اراد ان ینظر الی محمد صلی الله علیه و آله. و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما، فها انزا محمد و امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد. هر کس می خواهد به پیغمبر خاتم و وصی او امیر المؤمنین نگاه کند، من صاحب پیغمبر و علی هستم. الا و من اراد ان ينظر الى الائمه من ول الحسین علیهم السلام، فها انزل ائمه علیهم السلام. هر کس می خواهد نگاه کند به فرزندان حسین علیهم السلام، من صاحب ائمه معصومین هستم. اون چه خدا به همه انبیا و اولیا داده است و اجداد طاهرینش مرحمت کرده است، همه را در وجود صاحب الامر خلاصه کرده است. او ذخیرت الله است، او بقیت الله است. اون چه خوبان همه دارند، تو تنها داری. این است که تا دنیا تشنهش نشود و همه سویدای دل او را نخواهند، بیرونش نمی آورد از پشت پرده. و اجداد طاهرینش رو برای هدایت من و تو آورد روی این کره زمین، به خاطری که من آدم بشم جانشون را فدا کردم. مادرش رو بین در و دیوار کشتن، باباش رو تو محراب کشتن، جدش رو مسموم کردن، اون جدش رو بدنش رو قطعه قطعه کردن، همشون اومدن برای که من آدم بشم. خب نشد. این بزرگوار تمام زحمت هایی که انبیا و اولیا کشیدن به دست او رو کره زمین احیا می شود و زنده می شود. لذا در خبر لوح فاطمه اطهر سلام الله علیها عبارت دارد، بسیار عبارت جالبی است، همش زیباست. در کتاب یوم الخلاص این روایت شریف خبر لوح فاطمه اطهر هست، از اخبار معتبر ماست. یک لوحی داشتن حضرت زهرا سلام الله علیها که دستور العمل زندگی همه معصومین علیهم السلام در اون مکتوب است. بعد در اون لوح فاطمه سلام الله علیها این عبارت رو داره، خوب دقت کنید، می فرماید و اعتیتک یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. من اخرج من صلبه یعنی علیا احد عشر مهدیا کلهم من ذریتک من البکر البتول آخر رجل منهم انجی بهی من الهلکه. فرماید عطا میکنم به تو کسی را که خارج میکنم از صلب، یعنی علی ابن ابی طالب، علی رو به تو میدم یا رسول الله و خارج میکنم از صلب این علی و فاطمه باکره بتول
یازده مهدی، یعنی یازده روشنگر و هدایتگر. اما به دست آخری اونها، آخر و رجل منهم انجی بهی من الهلکه، به دست او مردم را از هلاکت نجات میدهم و اهدی بهی من الضلاله، به وسیله او شفا میدهم مریض را. امروز همه کار اوست، ولی امرو کله بیده. شفا میخواد؟ مریض داری؟ ام اس داره؟ راه های درمان رو طی کن، اما کارها به دست اوست. خدا وعده داده در خبر لوح فاطمه و اشفی بهل مریض، شفا میدم مریض را، اما بهی به سبب او، به دست او. ول اطهرن الارض باخرهم من اعدائی، کره زمین رو تأکیدن پاک میکنم، تطهیر میکنم، اما به دست او از لوس وجود دشمنانم. ولا املکنه مشارق الارض مغاربها، شرق و غرب عالم را تملیک او میکنم. اون چه که سلیمان داشت یک چیز کوچکی مثل قطره ای از دریا بود در مقابل اون چیزی که صاحب از زمان دارد. درد این است که ما نشناختیمش. شما میگی قرآن میگه چقدر ما به سلیمان قدرت دادیم، باد را مسخر او کردیم، منطق و تیر به او دادیم. بله، آصف ابن برخیا که وزیر و وصی سلیمان بود، تخت بلقیس و از پورسفت 500 فرسنگ را به طرفت العینی قبل از اون که مژه بر هم بزند نزد او حاضر کرد. او وصی سلیمان بود، یک بویی از اسم اعظم به او داده بودیم، یک اسم اعظم به او داده بودیم که امام صادق علیه السلام فرماید. خوب روایت رو دقت کنید، خوب بحث رو دقت کنید. ببینید امام صادق علیه السلام فرماید اگر پشه ای از دریا عبور کنه، نمی به بال اون پشه بنشینه، نسبت اون نم که به بال پشه نشسته است نسبت به اون دریا چقدر ناچیز است، بلکه میتوان گفت هیچ است. فرماد آصف ابن برخیا که وزیر و وصی سلیمان بود که علم من الکتاب را داشت، علمش اون نمیست که به بال پشه نشسته است نسبت به اون دریا که امروز اون دریای علم حجت ابن الحسن العسکری رواه العالم. نظامی فرمد بل املکن له مشارق الارض و مغاربها، مشارق ارض و مغارب ارض را، کل این کره زمین را در اختیار او قرار میدم، مالکش میکنم، تملیکش میکنم. ولا اسخرن له الرياح، بادها را به تسخیر او در میآورم. ولا ارکذن له السحاب، ابرها را زیر پای او قرار میدهم. نشینی فکر کنی که حضرت میان با قدرت‌های دنیا چه میکنن، از کج سلیقگی ماست، این از کمی فهم ما راجع به ولایت صاحب الامر است. شنی فکر میکنه با این کلاهک‌های اتمی، با این موشک‌ها، با این تکنولوژی آقا بیاید چه میکند. این خبر لوح فاطمه اطهر است، خدا سخن گفته است،
به حبیبش فاطمه که چنین می کنم، بادها را مسخرش می کنم، ابرها را زیر پای او قرار می دهم، ولا ارقینه فی الاسباب، بهترین اسبابها و ابزارهای هستی رو در اختیار این عزیز زهرا قرار می دهم. چرا؟ به خاطر این که او باید عدالت مرا روی کره زمین پیاده کند. ولا انصرنه به جندی، با سپاهیانم او رو یاری می کنم. حالا شما در نظر بگیرید وجود اقدس حضرت سلام الله علیه، روحی و ارواح العالمین له الفدا، تشریف بیارن، خدا باد رو مسخرش کنه، بهترین ابزارها رو در اختیارش قرار میده. ولی انصرنه به جندی، خدا میگه با سپاهیانم یاری میکنم او رو. ولی امدننه به ملائکتی، با همه ملائکه خودم او را یاریش میکنم، حتی یعلن دعوتی، تا دعوت مرا آشکار سازد، و یجمع الخلق على توحیدی، و همه خلق بر توحید من جمع شوند، کل این کره زمین بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اشهد ان عدیا و اولاده المعصومین حجج الله. انشاءالله دیری نمی پاید که انشاءالله ما باشیم و ببینیم. خدا به ما هم توفیق بده. مطلبی رو بعضی بزرگان نقل کردن، چون مردم گرفتارن و تنها راه مردم در زمان غیبت توسل و تمسک و توجه به زیر عنایت صاحب الامر است، این مطلب رو نقل میکنم و بعضی بزرگان در کتابهاشون این مطلب رو با عنوان فرج صالحان ذکر کردن. یه هر کس گرفتار باشه این دستورالعمل رو که از خود ولی عصر ارواح نافدا رسیده عمل کند، در امور او فرج و گشایشی پیدا می شود. حالا بعد شما از سیدی ها و اینها می گیرید و پیاده می کنید. سندش رو ذکر کنم اول. شیخ ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری در کتاب دلائل الامامه خود صفحه 304 چاپ نجف نقل کرده که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در دو جای بهار از دلائل الامامه این مطلب رو نقل میکنند. یکی در جلد 51 بهار صفحه 304 نقل کرده، یکی در جلد 95 بهار صفحه 200 از اصل دلائل الامامه نقل کرده است. مرحوم شیخ محمود عراقی در دارالسلامش در باب معجزات حضرت مهدی علیه السلام معجزه 44 نقل کرده، در دارالسلام چاپ اسلامی صفحه 192. مرحوم علامه نهاوندی در جلد دوم عبقری الحسان کتاب الیاقوت الاحمر صفحه 173 این قضیه رو نقل میکند. حقیرم یه مرتبه مشکلی داشتم به این وسیله، چون از خود حضرت رسیده این دستورالعمل رو انجام دادم و فرجی شد. بسیاری از بزرگان رو دیدم از علمای ربانی که فرمودن ما انجام دادیم و نتیجه هم گرفت. پس سندش رو عرض کردم. شیخ ابی جعفر طبری میگوید حکایت کرد مرا ابو جعفر محمد ابن هارون ابن موسای الکعبری، او گفت خبر داد مرا ابوالحسین ابن ابوالبقل کاتب. این قضیه پیش آمده برای فردی به نام ابوالحسین ابن ابوالبقل کاتب.
این میگه از طرف یکی از حکام زمان به نام ابی منصور ابن صالحان کاری رو به عهده گرفتم که برای اون حکومت انجام بدم. تصادفاً بین من و اون یه جریاناتی پیش آمد که موجب شد از خوف او خودم رو پنهان کنم، چون اون منو سخت ترسانیده بود، در جستجون برآمد، منم ازش میترسیدم. مجبور شدم رفتم خودم رو پنهان کردم در اطراف مقابر قریش. فرمود بعد از یه مدت که خیلی بهم سخت گذشت، شب جمعه ای بود، گفتم امشب پناه ببرم به حرم موسی بن جعفر علیه السلام، شب جمعه است، به دعا بگذرونم و این شب رو دعا کنم شاید خدا فرجی در کار من مرحمت کند. اون شبم شبی طوفانی بود، باد و باران می آمد، باد می وزید، باران می اومد. از ابن جعفر که متصدی اون حرف شریف بود تقاضا کردم که درار ببند، خلوت کن تا من به دلخواه خودم امشب و راز و نیاز با خدا کنم و دعا کنم. خلاصه اون قبول کرد، درار رو قفل کرد و شب هم به نیمه رسید و باد و باران هم مانع از رفت آمد شده بود و من با یه دلاسودگی خاصی مشغول دعا و زیارت و نماز بود. در این هنگام که هیچ کس تو حرم نبود، درها هم قفل بود، ناگهان صدای پایی از سمت مولای خودم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم. دیدم مردی ایستاده و داره زیارت میکنه. سلام کرد بر حضرت آدم و پیامبران اولوالعزم، بعد یکایک ائمه علیهم السلام رو نام برد تا به صاحب الزمان علیه السلام است، اما نام مبارک حضرت رو ذکر نکرد. من از این کیفیت زیارتش تعجب کردم، گفتم شاید فراموش کرده یا امام زمان علیه السلام رو نمیشناسه، عارف به حق اون حضرت نیست، یا این مرد یه مذهبی مخصوص به خودش داره. از زیارت آقا موسی بن جعفر که فارغ شد دو رکعت نماز خوند، بعد دوباره روشو کرد به منقبت شریف حضرت جواد الائمه علیه السلام، مثل همون زیارت و سلام را انجام داد. من چون نمیشناختمش، خودم هم خائف بودم، ترس گرفته بودم، اما او رو یه جوانی کامل دیدم در جوانی و مردانگی. هر کس اون بزرگوار رو دیده همه در همین سنین گفتن، لذا وقتی هم ظهور می فرماید فی سن شیوخ و منبر شباب، در سن پیر مرد هاست آقای ما، اما منظر حضرت منظر جوان هاست. علتش هم براتون عرض کردم که ولی الله الاعظم امام زمان است، او مسیطر بر زمان و زمانیات است. زمان در مهدی اثر نمی گذارد، زمان در من اثر کرده، پیشام سفید شده، چشم بر مطالعه اینکی شده، در تو اثر کرده، موهای سرت سفید شده، استخونات پوک شده، بله، اما من و تو چون محکوم زمانی، زمان در من و تو تأثیر میذاره. او حاکم زمان است، او امام زمان است، او ولی زمان است. زمان نمیتواند در آقای ما اثر بگذارد. خلاصه نگاه کردم اونو جوان کامل دیدم، جامعه سپیدی بر تن داشت، عمامه هم بر سر که آخر عمامه رو که بهش میگن تحت الحنک به زیر چانه خودش انداخته بود. تحت الحنک تو نماز باز میکنن، این دستور استحبابش اینه که همیشه افتاده باشه، نه فقط برای نماز.
رضا مرمایت الله مرعشی رحمت الله علی، اونایی که دیده بودن ایشون همیشه تحت هلکش افتاده بود. اون تا حالا چون عرف نیست انجام نمی‌شود. خلاصه بر دوش مبارکش عبایی افکنده بود. بعد از اینکه اعمالش رو انجام داد و اینها، فرمود ای ابل حسین ابن ابی بغل، کجایی از دعای فرج؟ گفتم ای سید آقای من، اون دعای فرج کدام است؟ فرمود دو رکعت نماز میگذاری و بعد از اون میگویی یا من ظهر الجمیل و ستر القبیل، یا من لم یاخذ بالجریره ولم یحتک الستر، یا عظیم المن، یا کریم الصفح، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، یا منتها کل نجوا، یا غایت کل شکوا، یا عون کل مستعین، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، یا ربا ده مرتبه، یا سیدا ده مرتبه، یا مولیا ده مرتبه، یا غایتا ده مرتبه، یا منتها رغبتا ده مرتبه. اسألوک به حق هذه الاسماء و به حق محمد و آله الطاهرین علیهم السلام. الا ما کشفت کربی و نفست هم و فرجت غم و اصلحت حالی. بعد فرمودن دعا کن بعد از این هر چه خواستی و طلب کن حاجت خود را، آنگاه می‌گذاری گونه راست خود را بر زمین و در سجده خود گونه راست رو میذاری روی خاک، صد مرتبه میگویی یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیایی و انصرانی فانکما ناصرایی. سپس گونه چپ تو روی زمین میذاری، صد مرتبه میگی ادرکنی و زیاد ادرکنی رو تکرار میکنی و میگویی الغوثه الغوث و تکرار میکنی تا نفست تمام شود. بعد سر از سجده بر میداری، به درستی که خدا به کرم خود حاجت تو رو بر میآورد انشاءالله. در همین هنگام که مشغول نماز و دعا شدم، ایشون از حرم بیرون رفت. بعد از فراغ از نماز رفتم نزد ابی جعفر تا او رو از حال این مرد جویا بشم. بهش گفتم که چطوری این درها قفل و بسته است، اما من یه آقایی رو دیدم با این مشخصات، از کجا این آقا داخل شد؟ گفت همینطور که میبینی تمام درها بسته است و قفله و من هنوز درها رو وا نکردم. حکایت و قصه خودم رو برای کلیددار گفتم. حالا ببینید اون چقدر توفیق داشت. خیلی آسان گفتش این شخص همون مولا و سید ما صاحب زمان است. من به هنگام خلوت روضه مطهر مکرر او رو مشاهده کردم که اومده اینجا زیاره. من خیلی غصه خوردم، خیلی تأسف خوردم. اما صبح هنگام طلوع فجر رفتم به سوی کرخ مخفی های خودم. وقتی برگشتم هنوز روز بالا نیامده بود. اصحاب و یاران منصور ابن صالحان در جستجوی من برآمده بودن، از دوستانم سراغ منو گرفته بودن، اما نامه از وزیر بر من آورده بودن، گفته بودن ابو منصور استدعا دارد که فلانی رو ببین. خلاصه با بعضی از دوستانم رفتیم به دربار رو. تا منو دید از جا بلند شد، منو بغل کرد، به من خیلی مهربانی کرد، به من گفت تنگی کار تو رو به اونجا کشید، شکایت منو به مولامون صاحب الزمان کردی. گفتم دعایی و مسئلتی،
پناهگاه ما ولی عصر، مسجد جمکران پایگاه امام عصر. برید گولی یه سری حرفا و تبلیغات و نوشته ها اینها را هم نخورید، بیهوده سخن به این درازی نبود. والله به خدا قسم، به خود امام عصر قسم، اگر عنایات، معجزات، کرامات، برکات، تشرفاتی که در طول این بیش از هزار سال از مسجد جمکران ساطع و لامع شده، اینها جمع آوری بشود، صدها جلد کتاب میشود. حالا نمیدونم چطور میشود، چه دستیست، چه انگیزه ایست، چیست که اومده با این اعتقادات محکمه مردم بازی میکند، این دست ها از کجاست نمیفهم. اون جایی که فقهای عظام میرن، اون جایی که ملجأ و مأوای شیعیان امام زمان علیه السلام، که الان هفته 400-500 هزار نفر میرن مسجد جمکران و نماز میخوانن. و یکی از عزیزانی که اونجا سالهاست خدمت میکنه فرمود چقدر میان اینجا شفا میگیرن، برکات مسجد نصیبشون میشه و بی سر صدا میرن، حتی نمیان اونجا بگن. اونتا مراجعه کنید بارشی و اونجا خبینی چه خبر است. آخه اگر می شود که یه جایی باشد و اصلی نداشته باشد و این سیل جمعیت جذب این مکان بشن و این همه استغاثه کنن، حاجت بگیرن و مورد عنایت واقع بشن و اصلی نداشته باشد، یه جای ساختگی باشد، چرا با اعتقادات مردم باید بازی بشه؟ من نمی فهمم. گفتم دعایی بود و مسئلتی بود. گفتی شب که شب جمعه بود، مولای خودم صاحب الزمان رو در خواب زیارت کردم. مرا امر فرمود حضرت که به تو نیکی کنم و حضرت با من قهر و درشتی کردن. چنان قهر و درشتی حضرت فرمود که بر خودم ترسیدم. ابوالحسن ابن ابی بغل گفت، گفتم لا اله الا الله، شهادت میدم که اینها حقا و منتهای حق. من خودم دیشب تو حرم موسی بن جعفر صاحب الزمان رو در بیداری دیدم. بابا من حضرت چنین و چنان فرمودن و خدمتشون رسیدم، خیلی به من محبت کرد و زندگی من تأمین شد و مشکلم به برکت صاحب الزمان رواه العالمین له الفدا رفع شد. ای آقای ما و ای مولای ما، ای پناه ما، ای فریاد رس شیعه، ای آقایی که هر وقت شیعه گرفتار بوده تو کمکش کردی و در رعایت حال ما همانگونه که فرمودی کوتاهی نکردی. از گدا جز گدایی نیاید، ما گدا هستیم، کار ما گدایی کردن است. عمری بود که با غم هجر تو زیستم، شب تا سحر به شوق وصالت گریستم. اونقدر گریه کردم از ماتم فراق، ترسم که سیلش کند سر بنیستم. سیدی و مولام امتحان مرا به گدایی قبول کن، چون من گدای خانه غیر از دنیا اسلام. در پیشگاه قدس تای فادشای اوز جا
جز یک گدای آسی شرمنده چیست؟ یکی از بزرگان در عالم رؤیا حضرت رو زیارت میکند، سوال میکند: آقا خودتون فرمودید اگه عشق چشم تموم شد خون میگریم؟ فرمودن: بله خودم گفتم. گفت: آیا برای مصیبت عموتون عباس خون میگرید؟ فرمودن: اگه عمو جانم بود با ما خون گریه میکرد. آیا برای مصیبت علی اکبر خون میگرید؟ فرمودن: اگه اکبرم بود با ما خون گریه میکرد. آیا برای مصیبت علی اصغر خون میگرید؟ فرمودن: اگه علی اصغرم بود با ما خون گریه میکرد. سوال کرد: برای کدوم مصیبت جدت خون میگرید؟ سه بار فرمودن: برای اسارت امن جانمون زینب. السلام عليك يا كعبة الرضايا، سلام بر تو ای کعبه آزارا، مشرف شدی بیت الله الحرام، چهار طرف قبله است. یا ابن الاسگری وقت امت و وارد بازار شام کردن، از چهار طرف امت و می زدن. کجا بازار شام کجا؟ یحیای مازنی میگه: سالها همسایه عبدالله ابن جعفر بودم، اما یه بار قد و بالای زینب ندیدم، یه بار صداشو نشنیدم. هر وقت میخواست بره زیارت جدش پیغمبر، تخرج و لیلم شب بیرون میرفت و علیون امام ها، باباش علی جلوی زینب راه میرفت، حسین سمت چپ خواهر رو میگرفت، حسن سمت راست زینب رو میگرفت. همین که وارد روزه نبوی میشدن، علی میومد نور قندیلا رو خاموش میکرد. امام مجتبی میگه: گفتم بابا هر وقت با خواهرم میایم زیارت نورا رو خاموش میکنی؟ فرمود: میترسم چشمی در تاریکی شب قد و بالای زینبمو ببینم. زینب کجا مجلس یزید کجا؟ زینب کجا مجلس شراب کجا؟
شکر خدا را که در فنای حسین عالم از این خوبتر فنا ندارد. اسم کلمیم لازم العزل الجل الکرم به مولان الحجه یا یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد مبال فرج مولای ما را برطرف فرما اسباب زور شل معافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما دل آقای ما رو با ابلاغ ظهورش مسرور فرما مبان فرجون بزرگ ما رو امشب برطرف فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما تتم عمر ما رو در دوران ظهورش تقدیر فرما ما را به امام زمانمون عف فرما ما را مشمول دعای سحر بزرگوار قرار بده جان ما به اطر ولایش معطر فرما حوائج ما به دست شریفش مرحمت فرما گره های ما به عنایت حضرت باز فرما جوانان ما رو در فنای ملیت از این عرافات حفظ فرما عاطبه مرزاب این آیت ملیت لباس آفیت بپوشان حسن خاتم مرحمت فرما النبی و آله ثم عجل